باورها بر این است که امروز تعداد از سازماندهندگان تظاهرات و جنبش روشنایی معامله کردند، اما برعکس تعداد از انسانهای نو در سیاست هم لشکرکشی کردند. اما مردم بیچاره که هم رای داده بودند و هم عدالت صدا زدند، اما کشته شدند. در کل پیام حمله امروز این است که مسئولان امنیتی امنیت اعتراض کنندگان را تأمین کرده نتوانستند و همه فکرشان این بوده است که در کجا کانتینر بگذارند و خوشخدمتی کنند برای رئیس جمهور و رئیس اجرایی. از مقامات امنیتی باید پرسیده شود که شما کجا بودید و وظیفه شما چه است و چرا مردم به خاک و خون کشانده شدند. آقایان، مگر از روزها قبل در جریان نبودید که تظاهرات می شود؟ این را شما باید پاسخ بدهید که چرا انفجار صورت گرفته است، نه اینکه همه گناه را به دوش اعتراض کنندگان بگذارید. شما هستید که امتیازات بلند دولتی را گرفته اید و در چوکی های بلند دولتی تکیه زده اید. پاسخگوی این همه کشته و زخمی دقیق کسان است که نتوانستن امنیت مردم را بگیرند و حتی توان آن را ندارند که امنیت حرکت‌های مدنی را تأمین کنند. دوم اینکه زمانی که کانتینر را گذاشتید، آیا فکر این را هم کرده اید که اگر حادثه رخ بدهد امبولانس ها چگونه زخمی ها را انتقال بدهند؟ که هرگز چنین فکر ندارید و چنین فکر را نکرده اید، تنها برای ماندن خودتان در قدرت فکر کرده اید. به هر حال جواب جوانان کشته شده را چه کسی می‌دهد؟ خلیلی، محقق، سرور دانش که از اول مردم را دکته کردند و خط قرمز تعیین کردند، یا احمد بهزاد که امروز مردم را به جاده ها کشید؟ حال پرسش این است که نهادهای امنیتی پاسخگوی مردم کشته شده و زخمی شده است و چرا تا هنوز خاموشی اختیار کردند و چرا امنیت شهروندان را گرفته نتوانستند؟ و حالا زمان آن است که مسئولان امنیتی مسئولانه تصمیم بگیرند و فرهنگ استعفا را نهادینه بسازند. از سوی دیگر چرا رئیس جمهور و رئیس اجرایه خود را در عقب کانتینرها قفل کردند؟ و آقای محقق و خلیلی، شاید شما هم احساس کنید که مردم هزاره جز شما کس ندارند، اما مردم شما امروز توجه کرده اند که در بدترین روز مردم خودتان را تنها گذاشته اید و به خاک و خون کشانده شدند. وای به حال مردم بیچاره که به خاطر مدافع آدمهای بیکاره و محافظه کار و معاملگر سیاسی به نام قوم رأی دادند. اما آنچه که مهم است این که یک فهرست از تهدیدات امنیتی در اختیار سازماندهندگان اعتراضات قرار داده شده بود که به آن توجه صورت نگرفته است و سرانجام شخص به نام ابو علی از ولایت ننگرهار امروز سه تن انتحاری را به کابل انتقال داد، دو تنش خود را انتحار کرد و ده تن کشته و زخمی شد و فرد سیومی هم که خودش را انتحار میکرد از سوی نیروهای امنیتی از پا درآمد. اما سرانجام چه کسی پاسخ میدهد؟ آیا حکومت اینجا موجود است که یک از مسئولان امنیتی را مورد بازپرس قرار بدهد و بگوید چرا مردم به خاک خون کشانده شد؟ سلام، وقت بخیر، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. در جریان اعتراضات مردمی امروز در شهر کابل انفجار رخ داده است، اما چه کسی پاسخگو است؟ از رئیس جمهور تا وزیر داخله و رئیس اجرایه، چه کسی پاسخ کشته شده ها را در افغانستان خواهد داد و چه کسی مسئول است؟ روز گذشته هم ریاست عمومی امنیت ملی برای سازماندهندگان تظاهرات گفته بود که امروز ممکن است حادثات رخ بدهد، اما سازماندهندگان تظاهرات هیچ اعتنایی به هشدارهای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نکرده است. به هر حال سازماندهندگان و رهبران امتیاز گرفتند، اما مردم بیچاره کشته شدند. در برنامه امشب بازنگاه به بررسی این مورد میپردازیم که چرا مسئولان امنیتی امنیت اعتراضات را گرفته نتانستند. مهمانانم در این برنامه آقای انجینیر زکریا عضو مجلس نمایندگان، آقای یاسین حبیب رهبر حزب بیداری ملی فلاح افغانستان و همچنین آقای عینالدین بهادری رئیس دارالانشا اتحادیه حقوقدانان افغانستان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. آقای بهادری، آنچه که بحث
تظاهرات یا اعتراضات مطرح می شود در افغانستان، در چوکات یک قانون باید تظاهرات و اعتراضات صورت بگیره. اما آنچه که بحث این حلقات داخلی و حلقات بیرونی و تهدیدات مطرح می شود چه؟ واقعا فکر می کنیم که باید هر کس اعتراض بکنه، صدایش در گلوش باید خفه شود این چنین یا نه؟ باید راه های دیگر وجود داره که جلوگیری شود از حادثات؟ با عرض سلام ادب خدمت شما بینندگان و بینندگان عزیز و مهمانان و عرض ادب و احترام دارم به شهدای عزیز و زخمی های امروز. با تأسف که امروز یک بار دیگر دشمنان مردم افغانستان نشان دادند که به هیچ حرکت مدنی و سیاسی اینها باور ندارند. اما این که اعتراضات در چی به اساس چی چارچوبی صورت بگیره، به اساس قانون اساسی افغانستان و قانون تجمعات و تظاهرات، هر شهروند افغانستان حق تظاهرات و حق ابراز نظر خود در ملای عام و به شکل اجتماع دارد. اما یک چیز ما می‌خوایم یادآوری کنیم که چگونگی رابطه تجمعات و تظاهرات با مسائل امنیتی خیلی در کشورهای شبیه افغانستان اهمیت دارد. از این نقطه نظر نبود اعتماد بین مردم و بین حکومت باعث این شده که اطلاعات را که نیادهای اطلاعاتی قبلا ریاست عمومی امنیتی ملی و گارنیزیون کابل برای تظاهرات کنندگان پیشکش کردند که تهدیدات امنیتی وجود دارد، اون را قبول نکردند. یکی از مواردی میتونه باشه که از نظر تاریخی چون اعتماد بیش از حد بین مردم و حکومت وجود ندارد قبول نکردند. اما آقای بهادری فکر نمیکنین که حکومت مجبور و مکلف است که امنیت اعتراضات را در افغانستان بگیرند در هر گوشه کشور که باشه؟ بدون شک امنیت هر گره خوب گرفته میتونن توسط کانتینر. بدون شک یکی از مسئولیت‌های اولیه نیادهای امنیتی بخصوص حکومت و نیادهای امنیتی تأمین مسئولیت شهروندان در حین تجمعات است. اما باید داشته باشیم که از نظر فرایند شکلگیری تجمعات و تظاهرات ما اگر از یک مرحله تاریخ را مورد بررسی قرار بدهیم از فرانسه و تا دیگر کشورها، در هر کشوری که پلیس و نیادهای امنیتی سطح تهدیدات برای گروه‌هایی که قرار است تظاهرات کنند پیشکش کنند و مسائل امنیتی را مطرح کنند، بیشتر شهروندان و گروه‌هایی که قرار است در رأس قرار بگیرند همکار می‌باشند و ممکن است یک روز دو روز تا رفع تهدیدات در واقع به تعویق می‌اندازند. ای کاش سران تظاهرات کنندگان که ممکن است تعداد زیادی از رهبران جوان که در حال حاضر ما از باید حمایت صورت می‌گرفت در حال حاضر شهادت رسیدند و شهادت رسیدند. اگر ما ضرر و منفعتی را که ناشی از این تظاهرات به دست می‌آوردیم که مسئله برق بامیان بود، من فکر می‌کنم به مراتب ضررش بیشتر از آن بود که ما به خاطر منفعت کار کردیم. از این نقطه نظر ما اگر یک مقایسه بین منفعت و ضررش داشته باشیم، شدیداً امروز یک تراژدی فوق العاده خطرناک قرار دادیم و رویکرد دموکراتیک که تظاهرات و تجمعات سیاسی بود در حقیقت به یک کابوسی خطرناک تبدیل شده که هیچ کسی دیگری جرأت تظاهرات نخواهد کرد. از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که گروه‌ها و سرانی که در رأس تظاهرات بودند بیشتر با نهادهای امنیتی اگر همکار می بودند و یک چند روز دیگر این را به تعویق می انداختند الا دفع و رفع تهدیدات. از این نقطه نظر ما فکر می کنیم که مسئولیت تامین امنیت از یک سو مسئولیت دولت است، اما همکاری شهروند و همکاری گروه هایی که در رأس این تجمعات قرار دارند شرط اساسی است. اگر سیاستمداران وضعیت حساس امنیتی را درک نکنند، بدون شک حکومت هیچ کاری کرده نمیتونه. از این نقطه نظر ما فکر می کنیم که مسئولیت بیشتر با کسانی برمیگرده که تظاهرات بیشتر سازماندهی کردن و ما دیدیم که سران گروه ها ممکنه. اما این مسئولان امنیتی چه وظیفه دارن؟ بدون شک مسئولان امنیتی ما پیشتر اشاره کردم که مسئولیت اولیه تأمین امنیت و ثبات شهروندان مسئولیت حکومت هست و ممکن است خلای امنیتی وجود داشته بوده باشه و به ما احساس است که گزارشات ما دیدیم در طول چند سال و امنیت ملی واقعا نگران بود، امنیت ملی و نهادهای امنیتی و ممکن سطح تهدیدات خیلی بالا بود و با توجه به وضعیت عمومی کشور که من اگر اجازه باشه یک نقطه دیگر میخوام اشاره کنم که ما اگر در یک وضعیت اضطراری نیستیم، در یک وضعیت فوق العاده اضطراری هستیم که شما ببینید ترکیه، فرانسه، کشورهایی که یک انفجار بسیار عادی میشه، در تمام ولایات ما در حال حاضر متاسفانه وضعیت به شدت خطرناک است و جنگ روان است و عوامل نفوذی در کابل فوق العاده نفوذ کرده. زمانی که وزیر داخله، قمندان امنی کابل، رئیس گارنیزون کابل نمیتونه امنیت اعتراضات را در افغانستان و خصوصا در کابل بگیرن و تنها سپر کانتینرها را برای خود میسازن و برای مردم افغانستان جنجال ناحق میسازن، ضرورت نیست که امروز برن و استعفا بدن چون کار کرده نمیتونن برای مردم افغانستان. از هفته ها پیش سازمان یا جنبش روشنایی گفته بود که 200 روز تظاهراتشان است، ولی اینها نتونستن که امنیت شهروندان را بگیرن.
جز این که ارگ را چهار دیواری کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به شما و همکاران شما و همچنان به مهمانان عزیز حاضر در برنامه و سلام های جداگانه داریم به بینندگان محترم تلویزیون خورشید. قبل از همه عرض تسلیت دارم به خانواده های شهدای علمبار امروز که متاسفانه در جریان تظاهرات مردم یک حادثه علمبار به وقوع پیوست که تی از او یکی از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. ما از خداوند به شهدای عزیز خود جنت فردوس به زخمی های حادثه شفای عاجل میخواهیم. عرض شود خدمت شما که طوری که جناب آقای بادری این مسئله را یاد کردم، تظاهرات را پیمایی و یا انتقادات سالم در حقیقت که رای بدیل یک سلسله نابسامانی ها را در قبال داشته باشه حق مشروع هر شهروند افغانستان از یک قانون اساسی برای ما یک دادن. اما ببینین ما امروز در یک شرایط قرار داریم که از مدت چند روز تا به امروز اوضاع کابل در یک حالت قرار داشت که نهادهای امنیتی این در صدد وقوع ازی بودن که تا بتانن او وقوع را جلوگیری کنن و از گزارشات از طرف دشمنای سوگند خورده مردم افغانستان داشتن که اینا قصد برای انداختن یک سلسله عملات انتحاری انفجاری را در کابل دارن. بله آقای حبیب، در نزد مردم و در نزد کسانی که امروز اعتراض کردن این سوال است که خود رئیس اجرایی دو سال پیش اعتراض کرد در پشت درهای ارگ ریاست جمهوری رفت، اما امروز که مردم علیهش تظاهرات میکنن چرا درهای ریاست اجرایه و ارگ ریاست جمهوری را با کانتینرها قفل میکنن؟ واقعا به خاطر زمین مردم بر از اینا رای داده؟ به خاطر ازی برشان رای دادن که در پشت کانتینرها خود قفل بکنن یا نه پاسخ بتن برای مردم افغانستان؟ جناب آقای شاداب، من اصلا از آدرس یک حزب سیاسی با نقص اینجا سوال من بود درست است در مورد همه کارکنان حکومت افغانستان که امروز مردم را واقعا بنا به بیکارگیشان. اگر شما به یاد داشته باشین تظاهرات چند ماه قبل که در پشت ارگ تظاهرات داشتن، اون زمان نه کانتینرها را ایجاد کرده بودن نه در موزه ها، اما یک چیز تصادفی بود و غیر قابل پیش بینی. او یک حرکتی بود، یک حرکت که میخواستن به طور نابهنگام داخل ارگ شوند، دست به یک سلسله این حرکت های تعصب‌وار بزنن و تی از دشمنان سوگند خوردی افغانستان. تنها حق رئیس جمهور نیست، حق هر شهروند است. آقای شاداب، آقای حبیب، همین مسئولان امنیتی وظیفه‌شان چی است که نمیتونن امنیت کابل را تامین بکنن؟ ببینید رئیس وظیفه گارنیزون کابل چی است؟ از وزیر داخله چی است؟ ببین همه اگر نمیتونن خب میتونن که استعفا بدن برن پشت کار خیش. اینا هشدار داده بودن که گویا ما در حالا هشدار دادن، پس وظیفه از اینا چی است؟ ببینید آیا میتونستن امینا انفجار تقریبا یک ماه قبل ریاست امنیت برجسته اینا جلوگیری بکنن که تای از او 70 نفر از بهترین فرزندای خدمتگار امنیتی اینمی ارگان به شهادت رسیدن، بیش از 100 نفر زخمی شدن؟ اگر اینا واقعا خوب یه حرکت های دشمن به شکل به حکوم پیونده که غافل گیرانه می باشن، ما و شما در جریان هستیم. پس ضعف به کی ها برمیگرده؟ بله؟ ضعف بر چه کسانه برمیگرده؟ ضعف به اونمو کسایی که در امیت یک برهی اساس از زمان دست به یک حرکت این به معنای خفه کردن آزادی در افغانستان است. آقای حبیب، این ضعف بر مردم بر نمیگرده، بر مسئولان بی کفایت برمیگرده. این حرکت ها را حکومت خفه نساخته، این دشمن های مردم افغانستان. این مسئولان برای چه است؟ خب این مسئولان در مدرهای زری گشته میتونن نمیتونن کبینت شهروندان را تعیین بکنن؟ ببینید یک مسئله را جناب آقای شاداب صاحب، اینمی مسئله است که امروز دشمن به شکل مکارانه و موش صفتانه داخل عمل میشن در سنگرها، در سنگرهای جنگ، در رویارویی با قوای مسلح افغانستان ناکام میمانند، ذلیل میشن، بیچاره میشن، ناتوان میشن، ولی اینمی قسم دست به حرکتهای دبین مردم میزنن. برای استعفا بتن برن پشت کارش. آقای شاداب اگر قرار به این باشه که استعفا که بعضی از کسای می استعفا را نام میبره و در این عرفا و این حرکت دشمنای سوگند خوردی افغانستان خوش میشن، در حقیقت آب ریختن در آسیاب دشمنان سوگند
خوردی افغانستان است مسئله با استعفا حل نمیشه. بله پس خب منظور شما این است که مقصر کسانی است که اعتراض کردن، نه مقصر اون کسانی که کانتینر گذاشتن. اینا اعتراض از اینا اعتراضشان تا جایی که بله اما حق مردم است، قانون اساسی افغانستان حق میده بر مردم. ما اعتراض بکنیم که بر منافع مردم در تضاد نباشه. بله این با منافع مردم در تضاد است. مسئله توتاب ببینید، پروژه توتاب این یا مسئله انتقال پروژه انتقال برق 500 میگاوات یک حرکت ملی هست، یک پروژه ملی هست، نه یک پروژه قومی، نه یک پروژه که به اصطلاح یک ولایت بگویه این از ولایت ما انتقال داده شد، این حق ما هست، یک مردم افغانستان است. فلهذا اینمی تظاهرات طوری که هموطنان بامیانی ما گفتند که ما به هموطنان خود میگیم کسایی که در کابل به نمایندگی از مردم بامیان تظاهرات میکنند او از ما نیستند، یک حرکت قومی و سیاسی هست. فلهذا حتی بعض از رهبرانی که قبلا در این جنبش روشنایی بودند در اعتراض میگفتند که حکومت افغانستان پارچه پارچه کرد جنبش روشنایی. این مسئله را اینا وقتی که دشمنای سوگند خورده دست به این قسم یک حادثه میآفرینند یا میزنند، این را قبلا هم حکومت در اینا گفته بودند به اعتراض کنندگان که شما دست به این قسم حرکت های قومی نزنید، این به ضرر مردم افغانستان است، این در جهت ایجاد تفرقه و تضادهای قومی بین مردم افغانستان هست. خب اینمی حرکت اینا برای انداختم، اما یک چیز آقای شاداب از یاد نبریم که چهره های خوب نابه که قبلا در جنبش روشنایی بودن از این جنبش بیرون رفتن و توصیه کردم که این تظاهرات به نفع مردم بامیان نیست. سپاسگزارم. مسئول چه کسانه هستن وقتی که انفجار میشه در جریان اعتراضات و ده ها تن کشته و زخمی میشه؟ چه کسی برای مردم افغانستان پاسخ بده؟ هنوز باید وزیر داخله، قمندان امنیه، رئیس گارنیزیون در چوکی خود تکیه بزنه یا نه اینکه منفک شون یا اینکه خودشان برن استعفا بدن؟ دیگه کار کرده نمیتونن برای این مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما جناب آدری صاحب، حبیب صاحب و بیندای تلویزیون خورشید. ببینین مشکل جنگ افغانستان، منازعه روی منافع کلان ملی افغانستان و عدم ایجاد اعتماد در بین مردم افغانستان و از طرف دیگه یک ارزش بسیار بزرگ دموکراسی جوان افغانستان، اینا هر قسمتش دقت کار داره و توجه و یک منطق سیاسی لازمه باید ما بیجه به خرج بتیم. چرا تظاهرات میشه؟ چرا مسئله توتب اینقدر پیچیده میشه؟ چرا با حکومت مردم اعتماد نداره؟ بعضی ها میگه که برق میخواین یا سویچ. به فرض اگر سویچ هم اگر یک ملت واحد ما باشیم، سویچ هر جایی که باشه برای کلگی چراغ میته. و اگر نه که ما یه احساس ترس داریم که ما ملت واحد نیستیم، ملت هستیم، سویچ به دست ما باشه نه به دست احمد، این یک مسئله دیگه است. در کل اعتماد مردم با حاکمیت ضعیف است و این بی‌اعتمادی در یک حرکت بسیار کلان که او دموکراسی افغانستان است، قانون اساسی افغانستان است، صدمه بزرگی وارد کرد. امروز تظاهرات یک ارزشی بود که بر مبنای قدرت و توان دموکراسی به وجود آمده بود. حرکت های مدنی یک دستاورد بزرگی بود که مردم پس از چندین ده خون دادن ها به این رسیدن که حق خود در یک حرکت مشروع مدنی بیان کنن، تشریح کنن، اعتراض مدنی خود ادامه بدن. این به خاک خون کشیده میشه و واقعا خیلی دردناک است. هر کسی در به خاطر خرد ساختن این حرکت بی‌توجه بوده یا بی‌تفاوت باقی مانده. بله حالا دقیقاً بی‌توجهی و بی‌تفاوتی از چه کسان است؟ در حقیقت یا به دموکراسی باور ندارن، ارزش بزرگی که ما را در جهت ملت سازی پیش میبره باور نداره. اگر خدای ناخواسته عمدن از طرف مسئولین حکومتی غفلت شده باشه، ای است که ما ملتی که آرزو داشتیم ملت باشیم. بله اما آقای زکریا فکر نمی‌کنین که این به معنای خفه کردن صدای مردم در افغانستان است؟ یک باخت بزرگ در بین اعتراض مدنی انفجار صورت میگیره و حکومت مردای افغانستان هم از دیشب به مثل این رفتار میکنن با مردم افغانستان و با اعتراض کنندگان که گویا اینا طرف هستن و گویا این که
اگر اینا نباشن هیچ کس امنیت این شهر گرفته نمیتونه. به گونه حکومت با معترضین طرف هست، اما یک طرف مسئولان امنیتی باید سیاسی نباشه. اما طرف این مسئله سیاسی شده. اما طرف مسئولان امنیتی باید امنیت را تامین کنن. طرف سیاسی اینا حق ندارن که سیاسی باشن و مسئولین باید بی طرفی خود مسئولین نظامی امنیتی و نظامی به خاطر اینکه اینا مسئولیت حفظ تمام شهروندان کشور داره، اونا موضع خود مبتنی بر وظایف و اصل دموکراسی و قانون اساسی افغانستان اجرا کنه. اما اینجا ببینید هر کسی که دیگه دست داشته باشه مخالف دموکراسی است، گمان زیاد میره که کسایی که دموکراسی را از دموکراسی نفرت داره او طرفدارای افراطیت است که کار میکنه. یک بار دیگه شکست بزرگی را در تاریخ سیاسی خود به خود رقم زدن که اونا دشمنان دموکراسی کار کرده. خدا نکنه که در این حاکمیت در این حکومت هم کسایی باشه که دشمن دموکراسی باشه و به این کار خوشحال شده باشه. این باخت برای کلگی است، حتی برای مخالفین سیاسی افراطی هم این باخت است که عناصر بی دفاع را، عناصر بدون سلاح را تو با حرکت مدنی و خون خاک بکشان. این بسیار حرکت نادرستی است و هر کسی اگر در این ماجرا شناسایی میشه دشمن مدنیت، دشمن دموکراسی و دشمن انسانیت است. تشکر آقای بهادری. بحث مهم دیگر این است که چرا حکومت افغانستان نمیتونه که امنیت اعتراضات در کابل را تأمین بکنه؟ هشدار میدن میدن بعد شما میبینین که انفجار رخ میده و ده ها تن کشته و زخمی میشه. اونان که به خاطر آزادی و ضد تبعیض امروز شعار میدادن کشته شدن. واقعا یک تراژدی خیلی بزرگ هست که تاریخ نوپایست نوظهوری در واقع گروه های سیاسی و گروه های فشار در افغانستان در حال تجربه هستند. فراموش ناشدنی خواهد بود برای ما، برای نسل های پس از ما و برای تاریخ افغانستان، نسلی که در واقع اعتراض مشروعی خود می گفت. اما ما می خواهیم به چند نقطه دیگه اشاره کنم که به باور ما وضعیت امنیتی در افغانستان فوق العاده خراب است. ما در حال حاضر در یک جنگی تمام عیار با پاکستان هستیم. انزوای سیاسی پاکستان در طول تاریخ تجربه نشده و دولت فعلی ناشی از فعالیت‌های سیاسی دولت افغانستان یا در داخل و یا در خارج بوده. از این نقطه نظر دیدگاه استراتژیست‌های امنیتی پاکستان بر این هست که هر نوع حرکت مدنی سیاسی که در واقع به نحو ممکن است در دراز مدت تقویت کننده دموکراسی و نهایتا تقویت کننده حکومت داره و ثبات سیاسی در افغانستان جنبش هستند آسیب رساندن به این حرکت ها در واقع بیشتر دولت تضعیف می سازه و موقف پاکستان نسبت به کارهایی که انجام میده در نهادهای بین المللی بیشتر می سازه. پاکستان و گروه های متخاصم شدیداً علاقمند بی ثباتی و بخصوص گروه هایی که در یک تقابل سیاسی بین حکومت و بین خود اونا هستند. از این نقطه نظر ما فکر میکنیم که خطر یک چنین حمله ای از گذشته وجود داشت و شدیداً حکومت افغانستان نگرانی وجود داشت و بارها اعلام کرد، بارها ملاقات کردن تا تلاش کردن از طریق گفتمان را حل بسازن. ای کاش ما فقط بچن موضوع دیگر این است. زمانی که یک جنبش کلان مثل جنبش روشنایی می اعلان میکنه که 2 اسد روز برگزاری تظاهرات ما است، گلنبی احمدزای رئیس گارنیزیون کابل روز گذشته اعلان کرد که ما هنوز در جریان نیستیم و مسیر تظاهرات هم مشخص نشده است. فکر نمیکنین همین که یک جنبش کلان میگه که ما در فلان روز تظاهرات داریم به معنای اطلاع دادن برای حکومت افغانستان است؟ کاملا من با شما موافق هستم، اما از اگر از یک منظری دیگه مسائل امنیتی افغانستان ما مورد مطالعه قرار بدیم، ضعف های حکومت خود ما باید درک کنیم. ضعف حکومت ما به این معناست که خب شما مسئله هربکی سازی رو در سراسر افغانستان شاهد هستین. هربکی سازی در بدخشان، در هلمند، در وردک، در تمام ولایات بدخشان، این نشان میده که به نحو نیروهای امنیتی در واقع توانمندی رویارویی 100% خودش رو با تهدیدهای امنیتی ندارن. از این نقطه نظر امین نگرانی در چند روز پیش فکر میکنم که با تظاهرات کنندگان شریک ساخته شده، حتی احتمال وقوع حملات تروریستی با اینها شریک ساخته. ای کاش به عنوان یک جوانی که شدیداً با فعالیت‌های سیاسی و مدنی علاقمند هستم و باورمند هستم، ای کاش چند روز دیگه به تعویق می‌انداخته که ما یک چنین شاهد حملات خونی نمی‌دیم. اما باید یک چند نقطه دیگه رو می‌خوام یادآوری کنم که اول اینکه نبود یک فرهنگ گفتمان در
کل تاریخ سیاسی ما که به یک نتیجه واقعی نرسه باعث این شده که ما بسیار از مسائلی بسیار عادی که خاص یک توتاپ هست، یک مسئله خیلی عادی است که ما بهاش 100 نفر یا 120 نفر که به شهادت برسه بهاش نیست. با گفتمان اگر گروه هایی که از نظر سیاسی به این انعطاف پذیری سیاسی میرسیدن، ما فکر میکنیم که یک راه حل به وجود داشت. دوم، نبود گروه های میانجگر، گروه های سیاسی میانجگر، حتی پارلمان افغانستان، من نقد میکنم بالای وکلای محترم که چرا پایدرمیانی نکردن. توتاب میتونست با پادرمیانی و میانجگری پارلمان افغانستان حل شود، میتونست با پادرمیانی احزاب سیاسی حل شود، میتونست با پادرمیانی جامعه مدنی حل شود که ما شاید یک کابوس تلخ امروز نمی‌بودیم و تعداد از جوانان ما به شهادت نمی‌رسد. و همچنان موقف پاکستان و استفاده از عناصر در داخل افغانستان، هر ممکن است بدها انتحاری در کابل وجود داشته باشد که بخاطر صرف بخاطر برانداختنی تضادهای بیشتر بین حکومت و بین مردم باشد و شدیداً شما شاهد خواهد بود که انتحاری امروز از پشاور پاکستان از شبکه حقانی خواهد بود و این بار هم متاسفانه در واقع امو کابوس هم در زندگی مردم افغانستان دوباره اینها احیا کردن. هر روز باید مردم کشته شوند. شما دیدین افسرانی که از یکی از دانشگاه‌های نظامی وردک به طرف کابل می‌آمدند هدف قرار گرفتند. دقیق، قمندان امنی کابل هنوز در جایش است، رئیس گارنیزون کابل هنوز در جایش است، وزیر داخله هنوز در جایش است، موینا همچنان. بعد همه از اینا یکی به یکی برطرف شوند، محاکمه شوند، یا نه همچنان حکومت افغانستان به طرفشان نگاه بکنه و هر چی کار که کردن اینجا سوال و پاسخ نباشه از اینها. آقای شاداب، گرچه ما قبول میکنم که باید مسئولین امنیتی کابل که عبارت از قمندان امنی کابل است یا رئیس گارنیزیون قمندان گارنیزیون کابل هست، اینا باید پاسخگوی همچی یک بی‌تفاوتی را باشن که چطور این فرد انتحار کننده چطور داخل شد از کدام تیم. ولی از یاد نبریم شب گذشته گفت ما هنوز در جریان قرار نداریم. در جریان قرار گرفتن به چه حالت باید ببینید جناب آقای شاداب، اینمی که احزاب سیاسی اگر دست به کدام، خودم از آزاز یک حزب هستم که صحبت میکنم، در قانون اساسی، در قانون احزاب سیاسی همیست که اگر یک حزب که بخواید که یک راپیمایی برای پرته یا یک دست به یک اجتماع بزنه، باید قبل، دو روز قبل اینا رسما نیروهای امنیتی را در جریان قرار بده، وقت تظاهرات خود و مسیرش و همچنان محل تجمع خود اینا آدرسش به نیروهای امنیتی بده که اینا نداده بودن. اونا به گفته قمندان، ولی فکر میکنم حکومت ها این حق را داره که کانتینر بمانه در ببینین او مقابل اعتراض کننده دهیت یک دهیت یک بار های اساسی از زمان که امروز دشمن از راه های مختلف در کمین هستند، میخواین مردم ما را، حکومت مردان ما را، شخصیت های ما را، فعالان جامعه مدنی ما را، اعضای پارلمان ما را، علمای ما را، دانشمندان ما را، اینا ضربه بزنن، از ملت ما بگیرن، نابود بکنن، یک وحشت ایجاد بکنن، ترس ایجاد بکنن. اگر مردم کشته شوند در کمین است. ببینین همین مردم ما یا هر کدام امروز دشمن در کمین ما هستند. هر لحظه افغانستان امروز در برابر یک توطئه های نیرومند استخبارات کشورهای مغرض امسایه است قرار دارند. دشمن چه کسان است برای مردم افغانستان؟ سازماندهندگان تظاهرات امروز که اعتنای نکردن به اطلاعنامه های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، یا واقعا مسئولان بیکفایت در کابل؟ ببینین اصلا به عقیده ما خود سازماندهندگان اینمی تظاهرات امروز از نهایت غفلت بی تفاوتی کار گرفتم، از نهایت بی توجهی کار گرفتم. حتی مثل که پیشتر من گفتم بعض از شخصیت های کلیدی از اینمی جنبش اینا مشوره ندادن که به تظاهرات اینا برای پرتن. حتی گفتن که از این فلحال از این تظاهرات ما شما منصرف میشیم، خوب است که با حکومت از در مفاهمه و مکالمه و فکر میکنیم که اونا تهدیدات را درک کرده بودن و انتظار میرفت که چنین حادثه به وقوع بپیوسته. آقای شاداب،
ما چون یک خب بازم میگم که من نسبت به حادثه علمناک امروز و شهادت یک از جوانان عزیز سیاسی و سازماندهندگان اینمی جنبش من عمیقا متاثر هستم. هموطنان عزیز ما بودن، شخصیت های دلسوز می وطن بودن، ای که اشتباه کردن، ای که نابه خطا رفتن، ای که بعض به عرفای بعض بزرگای حکومتی یا بزرگای خودشان گوش فرا ندادن یا ضعف خودشان بود، با کمال تاسف که امروز ما امروز بسیار مزید تلخش هم میچشیم، امروز ما مزایای تلخ واقعا غمبارش هم میچشیم، ما میچشیم، خودشان میچشن و هموطنان ما میچشن، فامیلایشان میچشن، ما عمیقا متاثر هستیم. اما این حرکت امروز یک حرکت واقعا اشتباه آمیز بود، یک حرکتی بود که در جهت تشدید اختلافات قومی این حرکت این یک حرکت دی جهت بود. این اگر اینمی حرکت حتی متوره که گزارشاتی داشتیم از بعضی ولایات هم یک مردم آمادگی داشتن که به ضد این حرکت اونها حرکت های دیگه را برا پرته. اما با کمال تاسف و تاثر و تعلم باید بگویم که انفجار انتحاری یا عملی انتحاری امروز که باعث شهادت و زخمی شدن دهی از هموطنان عزیز ما در او تظاهرات شد، فلحاظ یک زنگ خطر بود برای مردم ما. فلحاظ این حرکت این یک حرکت درست نبود، گرچه درست است که حق شهروندی هر افغان هست، ولی این مناسب حال همچه یک شرایط اساس نبود که اینا می حرکت را منداختن. خوب بود که اینا به توصیه های زمامداران حکومت و به توصیه های بزرگان خودشان گوش فرام دادن. تشکر آقای زکریا. پنج گروه در تظاهرات گذشته جنبش روشنایی و در تظاهرات امروز نقش داشتند. گروه اول که از طرف مخالفان سیاسی و حکومت افغانستان دکته شدن، پول گرفتن و با جاده ها ریختن. گروه دومی که از طرف ایرانی ها پول گرفتن و خواستن که حکومت افغانستان را و نظام افغانستان را به نحو بی ثبات نشان بدن. گروه سومی کسانی که ناخودآگاه به جاده ها ریختن. گروه چهارم استفاده جویان سیاسی که استفاده بردن پای خود را پس کشیدن. و گروه پنجم کسانی که پذیرفتن که توتاب از مسیر سالنگ بگذره و 300 میگوات برق برای بامیان داده شود. چرا پنج گروه در یک جنبش داخل میشه؟ بعدش هم حتی پای ایرانی ها کشنده میشه، پای مخالفان سیاسی حکومت افغانستان در اینجا کشنده میشه و به نحو برای جهانیان میخواین نشان بتن که هنوز حکومت افغانستان بی ثبات است و بی ثبات باقی خواهند ماند. و بحث دیگر این که انفجار چی را میرسانه امروز برای جهانیان و برای مردم افغانستان، من چی تصویر میده از این در کشوری که ما اعتماد سیاسی نداریم، ما یک ملت واحد نیستیم، حالت هایی که شک ایجاد کنه حرکت دولت و حرکت های مخالف دولت هم میتونه تفسیرهای مختلف داشته باشه و گاهی مشکلات در نقاط دیگه است. مثلا سیلی از جوانان که از پنتونا فارغ میشن در وزارتخانه یا در جای درست جذب نمیشه، اگر جذب میشه با معیارهای بسیار کنه، میارای تعصبی، این کلش پیش زمینایی است که مردم با یافتن یک جرقه آتش را میافروزه. بی‌عدالتی در جامعه به گونه موجود است. اگر در یک وزارتخانه وزیر از یک تبار است، همه کس باید در وزارتخانه از اون تبار باشه. این چیزا سبب میشه که مردم به طرف حرکت‌های اعتراضی بره. میتونه یک چیز خورده بانه بگیره، توتب بانه بگیره، اما مشکل در جامعه موجود است. ما هیچ کس هم علامت نکنیم. و هم مشکل دیگه ای است که اگر اینا را در چارایی دیمزنگ نکشن، در مسجد ابوالفضل میکشن. اگر اینا را به خاطر عقیده و مذهب و دینشان در افغانستان نکشن، در لاهور و 400 و جای دیگه در مساجد اهل تشیع میکشن. و این حرکت ها و این جنبش هایی که مدنی باشه، یک قوم و یک نژادی رو برام اندازه، به گونه دشمنایی داره که با عقایدشان دشمن است، با خودشان دشمن هستند. آنچنانه که در مسجد ابوالفضل اینا را کشتن و در مساجد تکیه خانه پاکستان میکشن، در مراسم زیارت در کربلا اینا را میکشن انتحاری، یا در چارهای دیمزنگ و بس دیگر هم دیمزنگ هم میکشن رهبرانشان است. متاسفانه شما میبینین روسایت اینمی مردم که امروز در جاده ها
مورد انفجار قرار گرفتن، کشته شدن، میرن دست رهبران خود را میبوسن و او رهبرانشان هم اینقدر بی‌تربیه هستن که در تلویزیون های خود باز نشر میکنن او را. فکر نمیکنین که واقعا تعداد از جوانان برای تثبیت هویت خود، برای اینکه رهبری آینده یک قوم مشخص را در افغانستان بگیرن، امروز خواستن که حالا استفاده های ابزاری و سیاسی داشته باشه؟ میتونیم ما اینا را هم میتونیم برای یک هویت بتیم. آنچنانی که در مرگ کسایی که عاشورا را برگزار میکردن در تکه خانه ابوالفضل، مردم دست از عزاداری بر نداشت. آنچنانی که زائرین هر سال در کربلا در اثر عملیات انتحاری 500-200 نفر کشته میشه، هیچ کسی از این نترسید. یعنی اگر ما جنبه مذهبی برادران عزیز اهل تشیع را در نظر بگیریم، به معنای این است که دستان استخبارات بیرون اینجا کار کرد و امروز چنین کرد. یعنی این بیشتر برمیگردن نامبدیش به حکومت افغانستان. حکومت افغانستان تا یک جایی است، اما اگر ما بگوییم در یک حرکت مدنی به نظیر بوتو را میکشه، این خصلت افراطیت است که او با حرکت مدنی آغاز میکنه و انفجارش میتونه میکشه به نظیر بوتو را. و بسیاری موارد ما دیدیم که در کشورهایی که زکریا، دیدگاه شما در اینجا این است که کسانی که امروز انفجار را راه اندازی کردن و در بین از اعتراضات مردم داخل شدن خود را انفجار دادن، یک انسان متعصب بوده، یک انسان افراطی بوده. هر کسی که تازی خوش استقبال میکنه که انسان افراطی و انسان متعصب است که بر علیه مدنیت این کار کرده، و اینا هیچ وقت دموکراسی را خوش ندارن، برای هیچ عنوان یک حرکت مدنی قبول ندارن. و این که ما کسایی که برگزار کرده این مجلس ملامت کنیم، یا یک ملا واعظ ابوالفضل ملامت کنیم، شما هم مقصر هستین که نتونستین این موضوع را حل بکنین از طریق پارلمان یا از طریق سازمان های دیگر که حرف تا اینجا رسید. ببینه، حرکت های مدنی حق مردم است. قانون اساسی افغانستان به مردم حق داده که اعتراض مدنی کنه، مگر ما نظام دیکتاتوری رو به مردم پیغام بدیم که حق ندارین، بیا ما شما رو در میز میشانیم که حقتان یک زورمند میتونه و زورمندی هم که حق نتونه و زورمندی هم که حق نتونه زورمند میرسن. این به معنای آن است که حکومت مقصر است که نتونست امنیت اعتراض کننده را بگیره. اصلا کسی که این پروژه توتپ تغییر داده مسئول خون از این مردمون ما آدم است. ما باید حق بگوییم پروژه توتپ به شکلی که امروز از رای سالنگ میاد نباید بیاد. سالنگی که برف کوچ پایه ها را خراب میکنه، سالنگی که آسیب پذیر است. شما در این شب دقیقا تبعیض و تعصب در کار بوده. هر کسی بوده کار کرده که این خون بیگناه رو روی سرک ریختانده، او مقصر است. ارزش برگزار پروژه به حد است که حالا حکومت افغانستان هم دو پایه به اصلاح عوام در یک موزه کنه که من از سالنگ عبور میتم. هر قدر اعتراض شو باید حکومت ما اگر به ملت نکنه یا نه باید خود باور داشته باشه، فرق نمیکنه از کدام نقطه افغانستان تیر میشه. ما اگر ملت واحد هستیم و ما چی فرق میکنه که از کجا بیاد؟ ما چرا پروژه رو تغییر بدیم؟ سپاسگزارم. آقای بهادری، موضوع دیگر این است که حالا چه کار باید شود؟ کسانی که امروز در دهمزنگ کابل بودن میگفتن که ما میدانستیم که کشته میشیم، اما برای این که تبعیض و تعصب در کشور از بین بره اینجا آمدیم که کشته شویم. فکر میکنین که این اعتراضات واقعا نتیجه میده و حکومت توجه میکنه یا نه؟ کانتینر گذاشتن، این طرف کانتینر هیچ حرف نیست و اگر مردم هم کشته شد آن طرف کانتینر کشته شود دیگه. ما فکر میکنیم که تنها افرادگری یک تعریفی مذهبی و دینی نداره که ما افرادگری در کانتکست مذهبی و دینی تعریف کنیم. هر نوع روی کردی که انسانیت و تساهل و انعطاف پذیری که از اصول دموکراسی هستن زیر سوال ببره، در واقع خودش نوعی افراطیت است. ما اگر آب زیاد بنوشیم و این آب باعث ضرر صحی برای ما بشه، در واقع خودش نوعی افراط است. از این نقطه نظر دیدگاه این که تظاهرات کنندگان برای در واقع شهادت یا برای مردن، برای عدالت، دسترسی به عدالت آمدن، یک باور من یک دیدگاه افراطی هست. سیر تاریخی جنبش های مدنی سیاسی رو ما اگر مطالعه کنیم، که تاریخ سیاسی ما شاهد جنبش ها بودن و مطمئنم بزرگوارا اینجا حضور دارن، در او جنبش ها به نحوی دخل بودن، اگر ما این را مقایسه کنیم، نوع افراطی در تمامی تاریخ سیاسی ما تجربه شده و یک نتیجه درست نداده. خوب هست که ما نگرش خود نسبت به پدیده های جدید و نسبت به جنبش های جدید سیاسی و مدنی تغییر بدیم و نوع انعطاف سیاسی مدنی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. بیشتر من اشاره کردم که ما در گفتمان در وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی یکی از بهترین گزینه ها بود که
هرگاه اگر مردمی مناطق مرکزی ما بر برق و روشنایی نیاز داشتن، اگر دولت افغانستان و حکومت افغانستان می توانست برق اینها را تامین کنه و از یک راه دیگر برق تامین میکرد، من فکر میکنم پافشاری بیش از حد بالای در واقع کشاندن خط لوله یا برق از طریق بامیان زیاد اهمیت نداره. ما نیاز به برق داریم و دولت باید این را تامین کنه و از حقوق اولیه مردم است. و باید داشته باشیم که پالیسی های کلان حکومت کاملا وقتی به ناموفقیت تبدیل می شوند که گروه های سیاسی به شکل سیاسی بیان می نبینوان یک ابزار سیاسی قرار بدن. که ما تجربه شده داشتیم، در اروپای شرقی تجربه را داریم، در کشورهای پس از جنگ تجربه را داشتیم که به نحوی گروه های سیاسی می خواهند پروژه های کلان دولت که تا ممکن است سالها را در بر بگیره تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میتن. اگر یک چنین روی کرده باشه ما باهاش موافق نیستیم، اما نباید ما دیگه شعاری برای مردن داشته باشیم برای عدد. بدونین که ما از راه های بسیار مسالمت‌آمیز، از راه سلامیز، اگر بجاده ها نریزن و اگر کشتن را و خون ریختن را قبول نکنن، به معنای این است که هر چیزی که حکومت گفت، نه حکومت ها بلکه هر چیزی که چند نفر در هر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی گفت مردم بپذیرن، این گونه که هم نمیشه دیگه. ولی اگر مردم کشتن را در نظر نگیرن، خون ریختن را در نظر نگیرن، خب در خانه های خود بشینن دیگه، هیچ اعتراض نکنن. اتفاقا من شخصا به عنوان یک جوانی که در همه دوران مدرن زندگی کردیم، درس خواندیم در افغانستان و بیرون از افغانستان، ما موافق با یک چنین تشددی نیستم که در میان جوانان این باورمندی ایجاد شود که زمانی که ما حق به صورت مشروع به دست نمیاریم، ما باید به صورت غیر مشروع راه‌های خشونت آمیز بپیماییم و به حق خود برسیم. متاسفانه یک راه نمی‌کنین، اعتراضات حق مشروع قانونی مردم است. این حکومت است که نمیتونه کاملا به اساس قانون اساسی افغانستان، به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مدنی و سیاسی و قانون تظاهرات و تجمعات، اما باید داشته باشیم که ما اگر این فرهنگ قرار باشه که بیشتر بسازیم، باور بر این هست که باور بر این خواهد بود که تنها منود به کابل نخواهد بود. این نوع خشونت ممکن است دیگه ولایت بشه. آقای حبیب، مدنیت و دموکراسی بدون قربانی به وجود میآید و واقعا نهادی نخواهد شد؟ یا نه باید مردم قربانی بتن و استاده شوند در برابر استبداد، ظلم، تبعیض و تعصب که عملا جریان داره در افغانستان؟ جناب آقای شاداب، ما خبر حالا این را نمیگیم که از طرف کی است، از طرف هر کسی که باشه. جناب آقای شاداب، اولا اینکه ما به تایید قسمت های زیادی از صحبت های آقای بهادری که واقعا صحبت خوبی داشتن، ما نمیخوام بیرا تکرار کنم، حرفی است که واقعا منطقی و قانونی و دلایل خوبی را اینا ارائه کردن، با توجه به اکتفا میکنم. اما آمدیم یک مسئله را که امروز با آن پیمانه استبدادی که در گذشته ها بالای این ملت مظلوم وجود داشت، امروز استبداد وجود نداره. ببینین مسئله تو تا پروژه تو تا اجازه بدین، اجازه بدین میگن که ما بر ضد تبعیض استاده هستیم. پروژه توتاب وقتی که زمانی که اختلافات ایجاد شد، نزاع به وجود آمد، بعدن سران حکومت وحدت ملی متحد شدن که ما 300 میگاوات بله دقیق. آقای زکریا هم به این باور بود که سالنگ برف کج داره و باید از سالنگ عبور نکنه. خب درست است، ما حرف ایشان رد نمی کنم، این مشکلات تکنیکی را در قبال داره، ولی امی که در تظاهرات قبلی اشتراک کنندگان در جنبش روشنایی اینا شعار می دادن توتاب حق ماست، توتاب حق ماست، با اساس اونمو شعارها ما شاید چندین تظاهرات در ولایات مختلف افغانستان بودیم. در ولایات مختلف سازماندهندگان تظاهرات است. ببینید از دیدگاه شما چنین است درست؟ من میگم که در امیت یک برهه اساسی از زمان که دشمن در کمین است. تشکر. دشمن پلان کشتار فرزندان مختلف همین وطن به هر رقمی که باشد دارن، ولی این تظاهراتی که امروز برافتید به نفع ملت افغانستان، نه تنها به نفع ملت مسلمان افغانستان نبوده، بلکه به نفع مردم مظلوم بامیان و سایر ولایات مرکزی افغانستان نبوده. آقای زکریا، چه کسانی باید به دادگاه فرستاده شوند و از پیشن یکی یکی پرسان شوند که چرا بچه های مردم امروز کشته شد؟ چه کسان واقعا از احساسات پاک بچه های افغان امروز استفاده کردن؟ در این لحظات اساس که ما مشکلات زیاد داریم و یک وحدت کلان ملی را نیاز داریم، هر کس که پروژه تو تاپ تغییر داد مقصر اصلی او است. اسناد به دست است که پروژه تو تاپ باید از شبر گذر میکرد، از بامیان میرفت. و هر کسی که پروژه را تغییر داده، عامل اصلی خون تمام مردم و آدم است و مو گروپ است. روی هر ملاحظه سیاسی کرد، اگر با اشاره پاکستان شد، هر کس شد، کار نادرست کسی کرد که پروژه را
تغییر داد. تشکر. و مردم اطلاع داره، نسل جوان کور نیست. از شروع این پروژه، از گفتمان که آغاز شده تا امروز مردم میفهمیدن که از کدام مسیر بود، چرا تغییر خورد. تشکر. یک جهان آقای عامل اصلی گناه کلان به گردن کسایی است که تشکر. آقای زکریا، آقای حبیب و آقای بهادری، از حضورتان در بازنگاه امشب سپاسگزارم. از شما بیننده که این برنامه را دنبال کردید، تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.